پروژه نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب افزایش جنگ در این کشور می‌گردد. رابرت گیت وزیر دفاع پیشین آمریکا در آخرین روز کاریش در پنتاگون با عنوان وزیر دفاع خروج سربازان کشورش از افغانستان را برای منطقه تایید برانگیز خواند. با این حال به باور آقای گیت اقدام بارک اوباما برای خروج نیروها به هدف جلب رضایت شهروندان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا عامل کارآمد و مؤثر است. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا که در آخرین روز کاریش در پنتاگون سخن میگفت روند خروج نیروهای آن کشور از افغانستان را برای منطقه تهدید برانگیز و چالش ساز عنوان کرد. از سوی دیگر آقای گیتس انتخاب باراک اوباما در خصوص خروج سربازان آمریکایی از کشور را معقول دانستن می‌افزاید. رئیس جمهوری آمریکا در ایجاد تعادل میان خطرپذیری سیاسی و خطرپذیری نظامی انتخاب حساسی در پیش رو داشت. در صورتی که اوباما دستور باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را صادر می‌کرد، این احتمال بسیار کم بود که تصمیم اوباما با رای موافق کنگره برای اختصاص هزینه مواجه شود. حتی برخی از جمهوری خواهان نیز در این خصوص با رئیس جمهوری آمریکا ابراز مخالفت نمودند. بحث و مناقشات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر به ایجاد اختلاف نظر میان کاخ سفید و پنتاگون شده است. رهبران نظامی بیم از آن دارند که زمان و منابع کافی برای انجام پیشرفت‌های لازم در افغانستان و از بین بردن طالبان در مناطق جنوبی کشور را در اختیار نداشته باشند. این در حالی است که اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه مناطق شرقی همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و افزون بر آن حملات شورشیان در جنوب و مرکز کشور نیز بیشتر از گذشته قابل ملاحظه است. با این همه رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا با هشداری افزایش جنگ در افغانستان پس از 4.5 سال پنتاگون را ترک کرد. اما سرنوشت جنگ افغانستان هنوز هم در حاله ای از ابهام قرار گرفته و به نظر نمی رسد که به این زودی ها پایان یابد.